به نام و یاد خداوند توانا، سلام بر تمام انسانهای دلسوز هر سرزمین که هستن. فرید یک وسیله شد که ما انسانهای دلسوز را پیدا کنیم. ما در حقیقت یک طول و ترازو بکنیم که چقدر انسانهای دلسوز تا هنوزم وجود داره، چقدر انسانهای مهربان تا هنوزم وجود داره. چینل یوتیوب یک خوبی داره که تمام ارزش و یا تمام امودار و ندار یک گزارش یا یک ویدیو را در چارچوب کامنت، لایک و سابسکرایب برای مسئول چینل یا بردگه بیننده ها وانمود می سازه. این خیلی جالب بود که در یک ساعت ویدیوی فرید 36,000 بیننده میگیره، 36,000 بازدید کننده میگیره در یک ساعت. من فکر میکنم در چینل های فارسی زبان و پشتو زبان، یا هدفم این است که چینل هایی که در افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان فعالیت میکنند کمتر نظیر داره چنین چینل یا چنین ویدیویی که در یک ساعت 36,000 بیننده داشته باشه. جای افتخار است. البته موضوع ما چینل نیست که چینل را دیدن، که ویدیو را دیدن. در اونجا حس بشر دوستی خود را مردم شریک ساختن، نوشته کردن. در اونجا حمایت خود را با یک لایک کردن حمایت کردن، با سابسکرایب را خیر بانن. او را که میکنن یا نمیکنن او یک موضوع شخصی خودم است، دلشان. اما ای که حمایت خود را از یک طفل روی جاده اعلام کردین شما مردم، ای بر تمام مردم افغانستان و دیگه کشورهایی که بیننده ما و شما هستن وانمود ساختین که هنوز هم حس بشر دوستی، حس کودک دوستی، حس مهربانی در قلب های ما هنوز هم جاری است. کوتاه برتان بگویم که فرید به خانه خود رفته. دو شب میشه فرید در خانه خود زندگی میکنه. اما خوش باشین، اینه به خاطر که دمی ابتدا براتون گفتم که یک تعداد دلهوره دارن بر ما زنگ میه از امریکا، استرالیا، از زهر جای، به یک تعدادشان هیچ وقت هم نمیرسه به خاطر که با چند نفر بتانی گپ بزنی، کامنت میه، مسج میه. ولی از خدا فرید تحویل به خانوادهش نکنین، لطفا فرید اجازه نتین که به خانوادهش بره، لطفا فرید پیش خود نگاه بکنین. یعنی 90% یا 95% مردم، 95% شما مردم گفتین که فریده به خانوادهش تحویل نتین. گریه های معصومانه فرید و اشک ریختن مادرش همه بیانگر یک، به نظر من یک سوی تفاهم بوده. تا حدی که شما هم فکر کردین در مورد پدر و مادرشان و یا من درک کرده بودم، تا او حدام بعض موضوعات حقیقت نداره، ایران متوجه باشید. من در اولین گزارش خود گفته بودم، اگر یادتان باشه، گفتم در ژورنالیسم یک قاعده وجود داره که ما نمیتونیم یک کسی که اعصابش نرمال نیست او را منبع قرار بدیم. یک کسی که مواد مخدر استفاده میکنه بر همیشه آلوده میباشه، گپ از او منبع قرار گرفته نمیتونه، گپ از او موثق نیست. یعنی و کد طفلی که طفل وقتی که میگیم بدون شک زیر سن میباشه. کسانی که از 18 سال سنشان پایین تر است، ما اونا را حرفشان زیاد قابل تصدیق نیست و منبع هم قرار گرفته میتونه، یعنی موثق نمیتونیم بگیم که حرفایشان است. و یا بعض موضوعات دیگه است که همین لحظه فراموشم شد، بباشید من یک فکر دیگه رفته بودم. خب ما با مادرش هم گپ زدیم، با مادر فرید گپ زدیم، با پدر فرید گپ زدیم، با مامای فرید گپ زدیم، با یکی از خویشاوندانشان که امروز آمده بود، دوستا و یا رفیقای پدرشان، با اونا هم گپ زدیم. بالاخره فرید پای خود در یک موضع کرده بود که من نمیرم خانه خود. گپایش هم شما شنیدین، گفت یا من باشم یا پدرم باشم. ما در تلاش بودم که چی باعث شده که قدر نفرت به بار آورده.
بین پدر و پسر چی باعث شده که اینقدر نفرت، و در حالی که پسرم 12 ساله چطور امکان داره؟ دوستا، من فرید تحویل میدادم به خاطر از اینکه بسیار گپا بوده ایجا. من در اینجا کدام آشیانه یا کدام پرورشگاه رسمی که جواز داشته باشم ندارم. من اولاد مردم را غیر قانونی فقط از حس بشر دوستی یا انسان دوستی نگاه کرده بودم. خدای نخواسته اگر کدام بلایی می آمد، کدام گپ می شد، می فهمین افغانستانم چه رقم است. اولین کسی را که خانوادهش یخنش می گرفت من می بودم. ما پشت فرزند ما آمدیم، اما فرزند ما رو شما بر ما ندادین. شما حتما کدام هدف داشتین؟ شما چی کار هستین؟ جواز دارین؟ کدام یتیم خانه دارین؟ کدام پرورشگاه دارین؟ چی دارین بالاخره؟ شما روی کدام دلیل نگاه کردین فرزند ما را و بالاخره تو یک بلای آمد؟ و آخرین کارم پدرش گفت که بزور باشه برازا باشه، من فرزند خود گرفتنی هستم، بچیم است، توته دلم است، پاره جگرم است. مادر شب تا صبح که خبر شده پیش شما است، گریه کرده و ضعف کرده. میره که چقدر حقیقت داره دیگه، خدا میدانه. خب بر ما مطور یک چیزی گفت، شب تا صبح فقط گریه کرده و ناله کرده و ضعف کرده مادر فرید که باید فرزندش پیش باشه. در حالی که من برشان گفتم فرزندتان از نگاه تعلیم، تربیت، خوراک، پوشاک، به همه چیزش رسیدگی میشه، از شما که خوبتر نگاه میشه، دلتان جمع باشه. اما فرزندتان باید ببرین، این حقتان است و فرزندتان باید به خانواده خود برسه. من یک آدم بیگانه هستم، کمک میکنم تا هر جایی که امکان داشته باشه، پای خود نمیکشم، اما خوب است که گوشت از ناخون میگه جدا نمیشه. باشین، مگرم شما هم ظلم، ستم و یا بعض حقوقی که کودک بالای والدین خود داره باید او را فراهم بسازین، حق و حقوقش را باید برش فراهم بسازین. اطور نمیشه که مجبور بسازین شما برو بر من رو در 500 بیار یا کار کن، یک قسم نمیشه. ای را گفتم با من باید شما خط بتین، با من شست بانین. او را هم در یک مرجع قانونی، مثلا پیش پلیس میریم، به حوزه میریم، در اونجا شما شست بانین، با منه، من هیچ کار هستم، برای حکومت، برای قانون شست بانین، امضا بکنین که ما پس از این سر از این طفل فشار نمیریم، از خشونت کار نمیگیریم، سرش کار نمیکنیم. اینی موضوعات در نظر گرفته ما فرزند خود میبریم. اگر در آینده چنین کار صورت گرفت چی میکنیم که قانون هر نوع مجازات را که بر ما لازم دیده بود ما آماده هستیم، مجازات شیم. این موضوعات را دوستا من برشان گفتم که این تو یک کار میکنیم. باز اونا گفتن درست است. یکی خود میگن که پدر من است، میگفت فرید، باز گفت که موضوع دی ان ای است، موضوع شما پیش دکتر میگین، هر رقمی که میخواین تشخیص بتین ما آماده هستیم. پدرش همین گپ گفت و پدرش تا جایی که من دیدم هم از زبان تا چند ساعته که من امروش گپ زدم خو آدم شریف معلومش، آدم خوب معلومه شد. اما فرید فقط از این ترس داشت، میگفت پیشوری خودت خدا یک قسم نشان میته، مگرم خانه که بری مرا بسار میزنه. باز دستم در قصه گپت نیست. خب من میترسیدم، ایران مانده بودم که من بالاخره چی کنم، کدام سره بگیرم. ایجا با ای بچه ما وعده کردیم تا زمانی که یک زندگی خوب برات فراهم نسازم من نمیمانم که از اینجا بری، تا زمانی که یک تضمین وجود نداشته باشه که زندگی خودت تامین است، آرامش تامین است، از خشونت بالایت کس کار نمیگیرم، من هیچ کس را اجازه نمیتم خودت ببر از اینجا. دوستا بالاخره چه درد سر بتون براتان، من پدر فرید گفتم که بیا به حوزه بیا. رفتیم پیش مدیر جنایی یکی از حوزه های مربوط، امرای شیشتیم، پدرش هم شیشت، خود فرید هم شیشت، قصه کردیم امرایش. برش گفتم که مدیر صاحب جنایی، اینطور یک قضیه را روبرو شدیم در گزارش. من خب چقدر خوب از دوستا اینمی قصه را من نگویم براتان، امی چند گزارش را که شما دیدین که من به گونه قصه کردم برای اونا، شما اینه میره ببینین که از کجا فرید را یافتیم و چی کردیم و چی نکردیم. بعدا باز میاییم ادامه. Thank you.
شما دیدین تصاویر اینمی قصه ها را، اینمی داستان را که شما در ویدیو دیدین، من تمام شد به مدیر جنایی اوزا قصه کردم، گفتم با این طور یک شرایط روبرو شدیم و آل آمده پدرش میگه که من فرزند خود باید ببرم. هرچند مدیر صاحب جنایی قرام شد، گفت که چرا لط میکنیم بچه تا، و پدرش گفت که اولادم است خو یک ادقل یک خشونت باید صورت بگیره، یا ادقل یک نکو بکو اینی گپا خو یک چیز رواج است، این تو گپا باز فرزندم است. اما به او اندازه که فرید گفته، به او اندازه من باور ندارم دروغ بگه فرید، به خاطر که طفل خرد است، شاید که راست نگویه. بالاخره از فرید پرسان کرد، فرید گفت که چه گپ است، امی آدم پدرت است؟ فرید گفت من شک دارم، من نمیفهم که پدر من است یا نیست، شک دارم پدر من است یا نیست، اگر پدر من می بود چرا سر من قدر خشونت میکن، چرا من همیشه میزد، اینی گپش بود. بالاخره گپ به این رسید که مدیر جنایی مرا به یک اتاق دیگه برد و امروی من گپ زد، گفت برادر از نگاه قانونی فرزند، خصوصا کسی که 12 ساله است، در قانون افغانستان هم طور یک چیز است که پیش پدر و مادر باید باشه، پیش پدر و مادر خود باید زندگی بکنه، و یک موضوع دیگر هم گفتن که امی لحظه فراموش ما شد، کدام دو موضوع رو یادآور شدن، یکی گفت پیش پدر مادر خود باشه، گفت ما نمیشه که تنبیه بکنیم، ما نمیشه از خشونت کار بگیریم، قانون بر ما اجازه نمیده که سر پدرش فشار بیاریم، باید از پدرش، گفت ما هم قدر یک کار میکنم که از پدر ازی باید خط بگیریم در اینجا شست بکنه امضا کنه که دیگه سر فرزند خود یا سر فرید از خشونت کار نمیگیره. ما گفتم همه قدر کارم که صورت بگیره بسیار خوب است، بالاخره ما میخواییم که این بچه آرام باشه. اما فرید بازم گفت، پیش پلیس گفت که من نمیخواییم خانه برم، گفتی نمیشه جای من درست است، همه چیز به من میرسه، چرا مرا خانه میبرن، چه نیاز است که مرا ببرن. و فرید همی گپش حالا گرفته بود که سر وضع من خوب شده، حالا پشت من میگردن دقیقه وقت چرد نمیگردن، خویی گپای فرید بود دیگه که شما هم شنیدین. بالاخره آمر مدیر جنایی گفت برشان، بر پدرش گفت که نفقه داده میتونی برای بچه یا نه؟ پدرش گفت که باید کار کنیم مشترک، گفت نه تو را میگم، خودت نفقه داده میتونی برای بچه یا نه؟ گفت که در این خانه مثلا مستم فرید است، یک بچه دیگه ایم است، کلانتر از فرید است، کل ما باید دست به هم بتیم کار کنیم، به خاطر شرایط سرارت زیق است، کل ما کار بکنیم، و نام خدا هشت اولادم داره پدر از اینا. قار شد مدیر جنایی، گفت که نفقه داده نمیتونی، خیلی چرا دیگه شلیش هستی که ببریش. خب از من امرای پدر فرید یک قسم گپ زدم، گفتم خیلی بیا یک کار میکنیم، بی بچه رک میبری خواهد من توقع داری که کار کنی سرش، بیا یک کار میکنیم، یک مقدار پول برش من گفتم، گفتم این قدر پول هر ماه خودت بیا برای خودت، من میتونم هیچ بر فرید نمیتونم، این قدر پول میتون برد، امی پولی که فرید کار میکنه در بازار، موتر صدا میکنه، اسپندود میکنه، موتر میشویه، یعنی هر کاری که میکنه اونمو دستمزدشه، من ماهانه بیا نخت برد میتونم، هیچ فرید هم در جریان نباشه، یا فرید هم خبر داره که باید من این پول به پدرش بتم، ایره بر خودت میتونم، برو سر او خوارکا و بیدرک های فرید مصرف کن، در خرج خانه تک ذره کمک شوه. اما فرید باشه پیش من، فرید صبح بیایه دفتر، شام پس بره خانه خود، کرای موتر دو طرفه شام میتام، و نان و او و خرچ مکتب و درس و تعلیم و تمام گپایش تا زمانی که با من است فرید، ایام کلش در گردن من و ماهانه پیسه نقدام میتام بر خودت من. گفتم چه نظر داری؟ هیچ نیاز نیست اکثر از این کار کنی. گفت پس من گپ خودت قبول دارم. این قبول کرد. باز مدیر صاحب جنایی را این موضوع را گفتیم، گفتیم ما اینطور یک جور آمد کردیم امرای زیادم، بخاطر که شو یک همکاریام شو امرای زیادم، و دیگه ما بتانیم به فرید رسیدگی کده بتانیم، حال یک راه حل پیدا شوه، و او بچه گریه میکنه که من نمیرم خانه. بالاخره تفاهم شد، فرید رفت به خانه خود، فرید تسلیم پدرش کدم، حتی من خطم نگرفتم ازشان، بخاطر از این که من به گپای از او آدم اعتماد کدم، چنان ممرایش گپ زدم، حتی
یک کمک نصیحت گونه گفتم سرت از ما کده کلان است او ما صرف همه قدر میکنم تا که طفل با خشونت بار نمیه، با خشونت انسان خوب بار نمیه. طفل هر قدر که بگوی من لط کنم کوب کنم می از من بترسه و در یک راه درست بره، حتی که در راه درست نمیره در راه اشتباه هم بیشتر تشویق میشه میره. امروز خو گفتم پیشمه بود درست، فردا روز خو از طرف نمام نام میچه باز کجا میره، باز وقت کجا پیدایش میکنی، اوجا کجا میپالیش باز. خب در این مورد زیاد کوشش کردم که گوش پر بکنم، گفتم که اولادای این زمان تا اولادای او زمان زیاد فرق میکنن. اولادای این زمانه و اولادایی که ما بودیم خرد بودیم در سن 12 و 10 بودیم بسیار زیاد فرق میکنن. او قسم فرزنده که خودت به پدر بودی او توقع از فرید نداشته باش خودت. حال شرایط افغانستان قسم است، این قرق تفلک ببینید در بغلش تفنچه است، این تفلک ببینید در بغلش برچه و چاقو است. پدر با او جور نمیه، مادر خو هیچ اصلا ارزش نداره، خواهر برادر خواهر رو لط و کوب میکنن به خاطر که ما کم کم رو به نوجوانی ماندیم و کاکه شدیم و ای شدیم و ای شدیم. تمام گپا را گفتم خواهش برادرانه که از خشونت کار نگی، هر مشکل می باشه مثل برادر خوردت واره بیا همراه مدجریان باد من کل کار حل می سازم، چون فرید سر ما اعتماد داره و ما هم سرش اعتماد دارم. ما تال را اعتماد یکی دیگه خود نشکستاتیم، کار را که ما گفتیم اونمو کار کده و کار را که او خواسته ما برش انجام دادیم، کار درسته و کار غلط او از ما نخواسته. بالاخره دوستان گرامی چه درد سر بتون به شما، فرید تسلیم پدرش کردم. فرید با وجود که نمیخواست برم یکمک مجبور شدم که فرید یکم زشت بگویم که وقت خودت به ما اعتبار داری دیگه اعتماد کردی خود اعتماد کو دیگه، به گپ خود استاد نشو که من نمیرم گپ مرا. ما امروش گپ زدیم، کل گپ فاینل کردیم یا نهایی کردیم. این بار گفتم من لحظه به لحظه برات زنگ میزنم در شماره پدرت، اگر ایانم ببینم شماره خاموش است، اگر ایانم ببینم که امشب که میری صبح نامری دفتر اولا زنگ میزنم، زنگ مجاب نداد من خودم میام پشت خانه، خودم میام اگر دیدم که از خشونت کار گرفته شده بود من امروی پلیس در جریان میمونم، پلیس میام یک کار قانونی خود انجام میتن. بازو زمان دیگه بر پدرت هم سخت میشه که به خاطر که از وعده خود سرکشی کرد یا وعده خلافی کرد با ما، بیعتمادی کرد، فضای بیعتمادی را به وجود آورد. این موضوعات را گفتم، فرید قناعت دادیم، یک دو سه دانه پیرانش که چرک شده بود گفتم ایران ببر خانه بشویه، صبح دیگه هم تو کاکا و بانکه پس بیا طرف ما، چای صبح تمام اینجا بخور، نان چاش تمام اینجا بخور و دوباره برو. یک شوخی هم کده که حالت پیش روی خودت هم ازش پرسان میکنم من. و حال فرید هم از راستی آمد، فرید بیا همینجا جایش، فرید خوب است؟ خب فرید این حال دیگه مردم که میبینی تمیاله، یک سلام علیکی بکنم رایشان که باز سلام علیکم هموطنهای عزیز و شما و برادران و خواهران، جور سیعتمند باشین، جور سیعتمند باشین. من فرید هستم برادر کوچک شما. حال کجا می باشین؟ حالی دن نام شیاد ندارم اینجا. نه حال شب کجا می باشی؟ حالی شب خانه هم برم از طرف روز در دفتر میم. اینه خلاست کار منم این منجی ما نه پیسه می دیا درس مرم می دیا نه نو مام تیار کلام میخره اینه بلبله کوره خود کل گپ میگه نگفته نمونه که ماما برازی یک توفام داره. ماما یک توفام داره خبر داری یا نه؟ میخوای یک توفام برات بگیره یا اینه بود یک توفه بتا برات مقصد؟ خبر نداری؟ مطمئن هستی؟ مقرن خیر باشه، خیر ماما آمده، ماما را باز میخواییم اینجا که ماما هم گپای خود داشته باشه. درستی بسیار تشکر از شمایی که به خاطر ماما و به خاطر سعدمندیش دعا کردین. ماما هم دیگه تو ست لغت جور شده، نام خدا تکلک کو کاره هم تو میپره. فرید از دوستا من بسیار درکتان میکنم که شما آرزوی شنیدن گپ های فرید دارین که فرید چی حالت است. فرید چند شب شد خانه رفتی؟ دو شب شد خانه رفتی. خودت نمیخواستی خانه برینی؟
خوب است که ویدیوی تا مردم دیدن. میگفتی یا من باشم یا پدرم باشم، همونطور است نه؟ به خاطر که میگفتی چی میکنه؟ میزنه. و گفته بودی در گذشته هم وعده کرده بود که نمیزنم تا، باز خانه که رفته بودی لطت کرده بود نه؟ اما من گفتم این دفعه امرای ما رو برو شده، امرای ما وعده کرده. وقتی که دی دو شب خانه رفتی کی امرای گپ زشت زد؟ چه قسم بود قصه کو که رفتی؟ چی دیدی چی ندیدی؟ قصه کو برمام. روز شب اول گرفتی نه؟ ها؟ نه سلام داد نما خو ترخو بگا سلام دادم اون آقا تو زنگ زدی؟ ها؟ کوی کت کتک بیا که همه این لالت زنگ زده خو؟ با قدس تو گف دادم تو سرمگر قار شدی ها؟ خو این حاله که من قار شدم، این حاله بگو که من چرا قار شده بودم، میره بر مردم بگو تا مردم بفهمه. دی بگا پنجار پدال تکرای مطر از این سر دزی سر تو نور در را گم کردم در چیز خانه خدا داد ایس اگندال میس بود کوی کرد راحتم سلام مالم که قصه قصه زیاد کفرد کفرد مام از پیش خود در سختی ختم از کنک دینا گردم تا پلی خوش از پلی خوش دمزون دوش کردم تا خانه تا خانه. ساعت 6:10 فکر میکنم از اینجا رفتی 8:30 شب رسیده بودی خانه، چیز کم دست 3 ساعت رسیدی خانه، میفهمی؟ پدرت بر من زنگ زد، من برات گفته بودم خانه که رسیدی بر من یک مسکال بده، باز من زنگ میزنم کردت شما مصرف نشه. اما تو بود؟ وقت مسکال پدرت آمد من فکر کردم خودت رسیدی، زنگ زدم گفت که تال را نامده فرید. میفهمی در دل من چی گپا گشته؟ ما چقدر به تشویش شدیم که بچه کجا رفت؟ ساعت 8 شب است و هنوز چرا نرسیده؟ در حالی که دیگر بود ماما هم بودم اینجا و روشنی بود، گفتم روشنی است وقت برو که پیش از آذان شام برسی خانه. مگرم یک چیز فرید، ما خو برات گفتم که ما خو میفهمم کل گپنه، ما تو خینه یک هفته شد که میگردیم رفیق شدیم و خود یکی دیگر را بلد هستیم، امی دروغ که بگویم از زود میفهمم. باز ای وعده ما تو بود که دروغ نمیگی. دیروز ما بر دیروز بود دیروز ما بر اول از شب اول بگوین دیشب نه پری شب وقتی که خانه رفتی صبحش آمدی گفتی که من به آتی خود سلام ندادم و هم کت ما گپ نزد ما هم گپ نزدم سیس. او چی گفته بود برات؟ کی؟ آتید؟ پیش خود تم گفت. نه 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 امو جا که گفت مکت تو کار چه رقم گفته بود؟ گفته که نمازی با تو رو نمیشناسم تو مرا فقط از خاطر را بخ بیا به خاطر مادر تنها بیا. گفت من تو رو نمیشناسم تو مرا، یعنی گفت که من کت خودت غرض ندارم تو کت من غرض نداری، همونطور است نه؟ اما به خاطر مادرت خانه بیا. با صبحش که آمدی من برای چی گفتم؟ گفتم چی که که رفتی پدرت دیدی؟ گفت خانه رفتی قراتی سلام علیکی که گفتم سلام بتی برش نه؟ چون پدر هست دیگه. سلام دادی باز علیکم گرفت؟ نه دیچه ماخ کدم دیچه ماخ کدی؟ باز چیز گفتید؟ نه کدام گپ زشت گفتید تال رده ای دو شو؟ پس خلاص نه ما برات گفته بودم که این بار امرای ما وعده کرده و ما که دیدمش آدم زیاد بد بالو دبی شد. اما من نمیفهم چی گپ بود بین شما که بسیار زیاد از یکی دیگه تان او نبود اما خود زیاد بد میبردی از او. حالا حل شده؟ نه حالا درست است. دوستا شب دوم که دیشب بود به فرید من پیسه دادم، پیسه دو طرفه کرای موتر شد دادم، حساب کردیم پیش روی خودش، فکر میکنم تا 10 افغانی هم من اضافه تر دادمش. گفتم میره بگی. یک موضوع دیگر هم باید براتون بگویم که ابرای طفل خورد شرایط کشورهای دیگر نمیفهم چه رقم است. در افغانستان پول زیاد باید پیش طفل مانده نشه. من حسابی کردم امرایش 10 افغانی هم اضافه تر دادم برش، گفتم که اینی کرای رفت و آمدت صبح، با صبح کامدی باز میتم برد پیسه، باز برد پیسه میتم، باز بردگه سبا که رفت آمد میکنی. این جوان کاکا که رفته در 3 ساعت چیز کم خو خانه رسیدم. علی جا رفته اول رفیقایی خود دیدم، میگه رفیقم مرا صدا کرد امرای از باب بند مانده، ما طور بود نه؟ در حالی که من گفتم دیگه رفیق مفیق خلاص شد، اگر رفیق میداشتی در روی اگر رفیق خوب میداشتی در روی سرک نمیماندی، یک رفیق خوب میداشتی که از روی سرک میبرداشتید.
پس بفهم که رفیق خوب هیچ وجود نداره. وجود داره اما کمتر است. او کسایی را که در روی سرک خودت دیدی وقت تیر کردی اونا رفیق نیستند. میگه که او کرای موتر باز ما گم کردم. وقتی کرای موتر گم کردم باز از پشت یک موتر محکم گرفتم تا یک قسمت مرا رسان، باز دوج موتر ایلا دادم، باز از دو دگه پیاده رفتم به اینی خاطر. اما این گپ خود گفت فرید، ما باور نمی کنم و آل زیاد ضرورم نمی دانم که ما شلا بگیرمش که پیسر چی کردی و چی خوردی چی نخوردی وی گپا هیچ ضرور نیست دیگه، به خاطر که امروز دیگه آخرین گپ من به فرید گفتم، گفتم اگر اتر یک کار بکنی بار دیگه باز من دیگه میان دیوالی خود نمی داشته باشم، امره تمی رفاقت ما دیگه باز از بین میره به خاطر که بیعتمادی میکنی دیگه پیش من، اما تو راست نی؟ اما فرید فعلا شلا که من بایسکل داشته باشم، امروز هم بایسکل برادر خود آوردم. میگه در بایسکل دوست دارم که رفت آمد بکنم، از کرای موترم جلوگیری میشه، رابندانم زیاد است، امی موترهایی که کلان است دوستا یک اشاره براتان میرسانم، وضعیت موترها هم چندان خوب نیست، هر رقم آدم میباشه بر یک طفل خردسه نیچ هستن در این موترهایی که پشت پشت استاد که مثل دور از زمو کرامت انسانی مثل گوسفند واره میچینه انسان ها را در اوت یک جای هیچ نیاز نیست. بعض اوقات ما در یکان موترهایی که بالا می شدیم مثل میلی بس واره، میلی بس ها مال خود در کابل هیچ اصلا دیده نمیشه، باز ایران می ماندیم که این جای ما را برای یک آدم بزرگ ایلا کنیم، یعنی اگر ایلا کنیم خود در جق جق استاد میشه که از جبایت می زنن. اگر نی که در چوکی بشینی یک آدم بزرگ استاد باشه ایجا هم شرم است. ما در این وطن در هر سرش در جنجال ماندیم، نمی فهمیم کدام سره بگیریم. خب به هر ترتیب فرید پیش خانواده خود از دیدو شب چی خوردی راستی؟ نان نخوردی. چرا نان نخوردی؟ سیر بودی دیدی؟ اونم پای سر چیز خورده بودی ناجوان؟ نه پیش از چیز کدت اونجا لشمک لشمون تعمیر کنونه پکوره؟ نه راو گرفت مرداد بدو کی داد؟ تلخو والش تلخو تلخان؟ تلخو تلخو چی هست؟ شاید کدوم غذایی هست که یاد دارن و ما نداریم؟ خب اول ها جش میدی خب؟ خب بازوخت ها آدم تنداخت همه ریشیر میدی شیر میدی باز او سخت میشه خب؟ لقد چی رو غم نوخه ما از مخره دیره دیگه من حرفا میدم. شاید کدام غذایی باشه که کدام غذای ازارگی باشه ها؟ وطنی دیگه. وطنی دیگه آه وطنی خواهر سمت همون غذای محلی خود داره، نامای خاص خود داره. خب بالاخره دیگه در ایدو شو خوش میگذره ایده می رقم زندگیت پیش بره خوش هستی؟ آه. مردم زیاد تشویش داشتن، کلشان به ما زنگ زدن که او مردم مرا میگاه و هماین افغان فرید به پدر مادرش تحویل نته 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 که بازو بچه به تکلیف میشه. حال باز ما بر مردم یک چند نفر شک وقت داشتم برشان دوباره جواب دادم، گفتم ما یک قرارداد واره امرای فامیلش کردیم که یک مقدار پیسه میتونم به فامیلش و فرید دیگه روزانه ای جای مانا شوانه میره و گفتیم دیگه که دیگه از خشونت کار نگیرین. حال بالاخره خودت راضی هستی یا نه که این مردم دلش جمع شوه؟ آه که دیگه از این زندگی خوش هستی؟ آه خلاص؟ آه اینه خلاص دیگه شد. بیا دیگه ماما ایجا یک ذره شنگت نشان بده، بیا که ببینیم که ای ماما و کاکا کمی کاکاگی و ماماگی نداشت وید دیگه ایش نه ماماست نه کاکاست. خب این حال گپای تا اول ماما داشته باش حتما مردم چیزی میگی. عزیزای دل من سلام بر تمام دوستایی که ما رو ببینن، فری جانو کتیم هست، همون جانو کتیم هست، امیدوارستان که ساعتم خوب باشد، سه خوش هستم از این کمونده این مقبول تنگ دادین، خداوند شما را میشه ساعت من داشته باشه، همیشه خوش باشه، سه خوش شدم. به خاطر کمر دردید مردم بسیار جات کامنت نوشته بودن. تشکر از اینکه کامنت ها نوشته گرد به خاطر تکلیف کمر ما. نگه فضل خدا که دو روز از دین رو شام یک همه که بهتر استم روز فضل خدا بیخی بهتر استم نگه تکلیف برطرف شده چرا من هر سال یک دفعه میگیرم این از ارس از پدرم بودم نگه فضل خدا خوب استم قبل تشویش نیست نگه فیلن دفتر منجان استم که تیم فرید جان همیالا میخواستم یک چیز بکنیم یادم رفت آرسته به یک چند نفر نوشته کرده بودن امی تصادف که خودت با ماما
آشنا شدی امیر برای ما قصه کن. من قصه کنم یا خود قصه میگه که ما و خودت آشنا شدیم نه؟ ما و خودت آشنا شدیم از طریق از خورزاده شدیم نه؟ از طریق نسجان فنایی ای ماما اتر آدم هستی نه؟ حالا ما میتونستم بگویم خب میخواستم میری یک راز بانم میگه قطش کن نه دقیقه قطع نمیشه میفهمی کارهای من کلش مستند است من غلطی های خود من نمیکشم چرا است که باز ما او رو بگم ولی سب که آه این سب تا زی خلاص نه نه او گپا نیست اینمی گپای شما اینمو تو بانین خب اینمو تو بانین نه اشتباه نشده نامش ها گرفتی من میخواستم میری یک راز بانیم میری یک راز بانیم نامش اینو میگه پایش هم بشنم این که قدر حال آدم تکنیکی شده که میگه از او تی تک برتن یک دونه خب خیر باشه ایره در یگان برنامه آینده انشالله که با هم قصه میکنیم ماما هم برتان میگه که ما و ماما چگونه آشنا شدیم و چطور ماما همیشه با ما میباشه و خب یک چیز را ما کوتاه برتان بگویم که ما دوست رفیق زیاد یعنی صمیمی ندارم سلام علیکم انشاءالله که با میکل افغانستان و با کل مردم داریم مگرم صمیمی زیاد که همیشه من گشت و گذار مثل یک دیدار واره چکر برو ایجا برو ایجا برو شب نشین یا اونطور کمتر از صمیمی داده حساب من داده گرفتم شش تا برخواست من با ماما ابراهیم است من مثلا آجی صاحب رحمت شما دیدن چقدر یک انسان خوش برخورد یک انسانه که توته شرافت است بگوییم کم نگفتیم و افترا نکدیم اونا هستن کسای دیگه مثلا کاکا بریلای شما دیدین کاکا بریلای دوباره میمان ماست برای خانواده خودم میباشه دیگه پیش ما میباشه اکثر اوقات اینه میشه میشینیم و یک نفر نه ریشسیا چند نفر ریش سفید میشینیم و قسم میکنیم و لذت ها میبریم حتی در چکرها میبینیم سفرهای دور ما با هم میباشیم و ماما بر از این بچه خواه اول همی توفیه که داری چطور میشه؟ والا فری جان من یک عادت دارم که من چیز پود نمی کنم ایش باید پود کنم نه؟ آه فری جان اخو تمام بینده ها دوزاره کلگی افغانستان کلگی اروپا و امریکا و تمام دنیا یک دکتر خانده ایم هست که با من بیستر چیز بر پیسر اول میکنم بر فری جان چیزی بگی ما دوال همون مای جان اگو بابان گفته که ما یک رو پس کسی نمیخوایم این قدر توان ما پوره است بازن دختره که ما یک دانه بایسیکل ژاپنی از طرف اوز که مصرفش ما دادیم و فریجان یک بایسیکل گرفتیم که در بایسیکل بره خانه و در بایسیکل پس به دفتر که دیگه فقط راستان خانه و راستان دفتر نه رفیق نه رفیق بازی اگر ببینیم که در رفیقایش کلام جایی که استاد است بایسیکل از پیش پس میگیریم و رفاقت ما رو بنامه جده گستوپلیت خلاص صحیح اینه تبریک باشه مبارک تبریک شیرنی شباد بخیر صاحب ماشک شدی برای ما بطه سعیز؟ خوب ماما بر ما گفتی که من خودم گرفتیم ما دروغ نمیگه باید دروغ دارم نمیشینه او را خود درست است اما ما این وعده ما همیجا بود که ما کمک هیچ کس را نه میگیریم و نه وسیله میشه اما این را چطور از دکتر خانده تا گرفتی؟ نگرفتی در پیشم یعنی گفتم که ما از طرف خود میگیریم از طرف شما میگیریم برای شما پول از پول خود از طرف از او از طرف نگرفتیم ما خواه ما یک روپه نمیخواییم حالا میگیم بازم میگیم که هیچ وقت یک روپه ما ما را از جمع رفیقای از جمع رفیقای یا دوستای مفتکی حساب کنین بله که معامله ما و شما پیسگکی نیست معامله پیسگکی دمی دفتر ما دینمی چینل های ما هیچ کس بیادر نداره هیچ کدام ما نداریم گوشتان بیخی جمع باشه ها کسانی که میخواین کمک بکنند شما میفهمین از سالیان سال بنیاد بیات اولین بنیاد خیریه فکر میکنون در افغانستان بود که کارای بسا خوب انجام داد در نقاط دوردست مردم کمک کرد شما میتونین که به بنیاد بیات کمکتان را بفرستین بنیاد بیات ماننده همیشه کمک خود را میکنه ما نه صلاحیت شا داریم نه اجازه شا داریم و نه علاقمندی داریم که کمک کس را از اوجه بگیریم باید به یک کس دیگه وسیله شیم کاری که از توان ما است خود ما انجام میتیم کاری که از توان ما
نمیشه. حتی براتان گفتیم اینی آدم در این جای این آدرس شست، اگر کمک میکنین کمک کنین. شما حتما یک کس را در افغانستان دارین، اما آدم وسیله قرار بدین کمک بکنه. و لطفا بازم خواهش میکنم دوستا در مورد بسیار مسیج بر ما میگه که ما میخواهیم کمک کنیم، ما میخواهیم کمک کنیم، ما میخواهیم میکنیم، اما ما اینقدر سرگردان هستیم که به این گپ هیچ وقت ما نمیرسه. اما فضل خداوند که آل یوتیوبرا زیاد هستن، شاید در بینشان اگر یک تعدادشان اعتماد نداشته باشه، انسان های با اعتماد هم شاید در بینشان باشه که مگر مهمی است که شما پیدا کرده بتانین. حال انسان شناختن هم سخت است هم آسان است، هم سخت است هم آسان است. و در رابطه به یک موضوع دیگه که خیانت است، در او بارام انشالله که به زودترین فرصت شما را ما خبر میکنیم که ببینین که چقدر ناجوانمردی هنوز حکم فرماست در این سرزمین. خب کل گپ ما، گل سرسبت ما، این بچه به نام فرید بود که آمدیم روی زندگی فرید گپ زدیم. فرید با خانواده خود است، فرید دیگه خلاص شد، قصهش مفت شد. زیگل بچه و بسیار زیاد علاقمندی دارم، میگم میخوایم که مثل خودت ما یک گوینده شم. میگم مثل خودت چه هم دیگه، حالی من نمیگم که ما گوینده خوب هستم، میگم که مثل خودت چه هم، حالی نمیادم یک شو کده. و ما گفتم ما کوشش میکنیم، اول مهمی است که باید درس تا بخونیم. درس تا بخونی کارا باز آسان است، این کارا آسان است. حالی یک یوتیوب برامده، یک چینلک میسازی برو بخیر، کتی یک تلفن میسازی، حال هر کس هانه خبرنگار شده. روز جهانی خبرنگارا که میشه، باز یک درایور هم میمان عکس خودم میگه روز جهانی خبرنگارا مبارک، کلگی خبرنگار شده. و برای فریدم شاید در این کاروان کم جایی باشه، داخل شده و در این قطار خود برابر بکنه. خب فرید، چیز بر گفتن داری؟ یه چیز گفتنی ندارم، هیچ کلمه گفتنی داشتم خلاص. بایسکل هم گرفتی؟ از این با چی میکنی با بایسکل؟ از این با جوای آفتنیم دنم اینجا حاضر باشیم نگاه شش بجه از اینجا مورم در خانه هم میرسیم. پدرت سلام میتی؟ آه از اینجا میبوزی؟ آه. و کوشش میکنی دیگه که؟ قدم خوب شد. آه خوب شوه، ما بر از وام گفتیم خو؟ سیکو امروز مثلا روز عید میشنه، وقتی همه گی میره نماز عید میخونه، پس که خانه میه اولین کسی را که میبینه عید مبارکی میکنه پدر مادر است. دستایش باید بگیره ببوسه و امرویش عید مبارکی کنه. اگر خودت خفه باشی کلگی بره دستای پدر مادر خود ببوسه و خودت این کار نکنی، چقدر شرم است نه؟ خب بسیار شرم است دیگه. یک آدم اولاد به دنیا میاره، از او را نان بده، او بده. خود حتما پدرت گفت امروز، پدرش یک چیز را گفت، گفت اقتصاد، مادرش هم گفت، گفت آن قدر اقتصاد ما ضعیف است که هیچ نپرسین. با او خاطر ما اید نتانستیم دیگه که به مکتب و بعض موضوعات دیگه از اینا بتانیم رسیدگی کده. اینا 8 خواهر و برادر هستن، 8 نفر. خب ما نمیخوایم گپ زنیم، یک نفر سر ما قار میشه میگه چرا روی از این گپا گپ میزنی. خب ما اومدیم به خاطر آگاهی دهی که مردم یک اندازه آگاه بسازیم، یکان موضوعات باید بگوییم. خب برادر 8 اولاد چی میکنی؟ اگر امو 3 اولاد میبود، 2 اولاد میبود. آل ماما خودت فعلا چند نفر هستی در خانه؟ ما یک دختر یک پسر. یک دختر یک بچه داری بس؟ زندگی خارجی شارنوی که نمو تو می باشه دیگه، بچه شارنو. شارنوی گفتی باز همیم آقای ستار یادم آمد، آقای ستار که در امریکا زندگی میکنه. یک نفر به ما معرفی کرده بود به خاطر از اینکه او آدم زیاد شارنو بلد بود، اما کوچه و پس کوچه شانه بلد بود. گفتم روی زمی آدم بگرد، بسیار موضوعات را میتونه روشن بساده. البته از خانه شما دورتر، از چاره حاجی یعقوب وقتی که شما طرف مسجد انزله میرین، در اینمی قسمت ها دست چپ فکر میکنم اینمی جا بود خانه از اینا.
نه اون پیشان کم هستم به خاطر که من نتونستم اون کارا بکنم. بر خودت ماما معلوم است که در این شرایط همین گزارش تهیه کردن چقدر جنجال خود داره. اینم هم روز رفتیم ما شما نتونستیم گزارش تهیه کردن. نتونستیم وضعیت ها بسیار خراب است هموطنان عزیز. ما خود در رسانه کار میکنیم، بعض اوقات کوشش میکنیم که یک چیز به نام منافع ملی است و نمو زیاد ما مردم خیالشان چیز نسازیم. شکل منفی باید نشان ندیم وضعیت ها که مردم نگران نشن، مردم نگران وضعیت نشه. پولدار خمو گریزه و بیچاره ای که پول نداره ایران میمونه چی کنه؟ خدای نخواسته اونم زاره کفک میشه یک برای دیگه سرش میه. به او خاطر ما مجبور هستیم وضعیت از جادم بد نشان ندیم در حالی که همه چیز معلوم است. خب گپای ما فکر میکنم جمع شد. تشکر ماما از خودتام، از دختر خوانده تام، از خودتام تشکر فرید. زنده باشی. و از شما وطندارا همچنان سپاس که شما این چند گزارش زنجیره‌ای ما را بیننده بودین. و اگر علاقمند بودین که از زندگی فرید شب و روز چی کارا میکنه، کجا میره، گزارش تهیه بکنیم، بازم بر ما کامنت بکنیم، ما حتما این کار میکنیم. اما ما زیاد طرفدار این کار نیستم دیگه که یک نفر را پیدا کردیم شیر و شربت شبکش گزارش فلانی امام رفت گزارش فلانی کلب رفت گزارش این شد گزارش این شد گزارش این شد گزارش و تو باز و تو بیخی یک رقمک خرابی میشه. هم خسته کن میشه هم سوی استفاده میشه. چیزی که زندگی فرید بود ما اونمو را براتون نشان دادیم در چند روز. البته من روز گزارش میداشتم، فقط در گزارش خود کوشش کردم که فرید هم داشته باشم خلاص. اما آنچه که بسیار جات مهم بود در زندگی فرید او را گزارش های مستند ساختیم براتون نشان دادیم. دیگه ضرورت نیست که باز ما زیادی را گزارش میسازیم هم باش. اما دیگه این موضوع فامیلی و گپایشون کلش خلاص شد. و من علی توفیق دوستایی که دلهوره داشتن جگرخون بودن کلتان خاطرتان جمع باشه، خیالتان راحت باشه، خوش باشین که یک فرزند به خانواده خود به پدر و مادر خود رسید و یک پدر و مادر دوباره پس به فرزند خود رسید. این جای بس افتخار است. تشکر تا ای که بازم در یک ویدیوی جدید یا گزارش جدید خدمت شما حاضر می شویم. خداوند یار و یاورتان. خدا کنه که پس از این گزارش ها باز ما را فراموش نکنیم. انشاءالله فراموش نمیشه. خداحافظ.